سلام و شب شما بخیر. به برنامه بازار از طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. آمادگی ها برای ساخت خط دوم جاده کابل لوگر. با ساخته شدن خط دوم جاده کابل لوگر مشکلات بزرگین را حل خواهند شد. زیاد پروژه دی چې مونږ خان پیدا کړی دغه پروژه په اساس باندې تو تو زله ویل شو چې دغه پروژه پرانستل کیږي د سرک په پخېږي د به شپېته متره پخېږي یا څلوېښت متره پخېږي مونږ نه ټول راپورونه پټ دي. دادن یارانه برای افزایش صادرات از دهلیز هوایی. از آغاز کار دهلیزهای هوایی میان افغانستان و کشورهای گوناگون جهان تاکنون $2 میلیون از سوی حکومت به گونه سبسایدی در این روند هزینه شده است. ایتالیا و فنلند کالا صادر بکنیم، همین گونه با شهر ارومچی چین و آلماتی قزاقستان، جده عربستان سعودی. آغاز روند عملیسازی سیستم تدارکات برقی. اداره تدارکات ملی روند عملیسازی سیستم تدارکات برقی را از شرکت های ساختمانی آغاز کرده است. 70 شرکت رسما آموزش دیدند و متبقی شرکت ها را هم ما آموزش می خواهیم ادامه بدیم تیسی ما آینده. و بزرگترین نمایشگاه بود در چین، بزرگترین نمایشگاه بودهای بانوان در شهر شانگهای چین برای افتاد. در این برنامه به تازه ترین رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان می‌پردازیم. مشروع خبرها. با ساخته شدن خط دوم جاده کابل لوگر مشکلات بزرگ این را حل خواهند شد. بر بنیاد اطلاعات شهرداری کابل قرار است این جاده با پهنای 60 متر به گونه میوری ساخته شود. این در حالی است که شماری از باشندگان و وارندگان در مسیر این جاده از مشکلات در استملاک زمین در این بخش شکایت دارند. پروژه ساخت شاهراه کابل لوگر از منطقه تانگ لوگر الی چهل دختران به طول 7 کیلومتر از طرف کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید. بر بنیاد اطلاعات شهرداری کابل، دیزاین جدید این جاده با عرض 60 متر و در 12 لین شامل خط متروبوس‌های شهری، ساحات سبز، پیاده‌روها و خطوط بایسکلانی بوده، قرار بود کار ساخت آن در جریان همین سال آغاز شود. شمار از کسانی که از این شاهراه عبور و مرور می‌کنند، از به تعویق افتادن ساخت شاهراه کابل لوگر شکایت دارند. زیاتې پروژې دي چې مونږ ته یې خنډ پیدا کړی دی دغې پروژې په اساس باندې څو ځله وویل شول چې دغه پروژه پرانستل کیږي دا سرک به پخېږي دا به شپېته متره پخېږي یا څلوېښت متره پخېږي مونږ نه ټوله راپورونه پټ دي. شل کاله کیږي د دې سړک هره ورځ ایتی کیږي او سړک جوړیږي نه په ټول کابل کې هر مسیر جوړ شو، څلور لاینه پنځه لاینه سړکونه جوړ شو، خو دغه سړک نه جوړیږي. باشندگان منطقه تانگ لوگر شهر کابل میگن که در حال حاضر مشکل استملاک و جایدادهایشان که در مسیر این شهرها قرار دارد حل ناشده باقی مانده است. آنان از شهرداری کابل و وزارت فواید عامه میخواهند هر چه زودتر کار ساخت این شهرها را آغاز کنند. اوس یې خلک هم نه پرېږدي چې هماغه سې پیسې ورته ورنکړي، د ځمکې توان ورنکړي، څوک یې نه پرېږدي چې دلته سرک جوړ شي. سرک خو چې جوړ شي دا خو ډېر ښه خوند کوي. دغه بنسار ته چا ما نه پرېږدي، دېواله په لسو ساعتو کښې شلو ساعتو کښې دغه موټر نه شي وتی، خو د پکتیا نه به مریض راغلی وي دغه ځکې وده څومره تنګه په تېرېږي. شهرداری کابل و وزارت فواید عامه با تماس های مقرر حاضر به گفتگو نمی شوند. اما شهرداری کابل و وزارت فواید عامه از آغاز کار این شهرها در سال 1397 خبر داده بود. اما دیده می شود که با سرد شدن هوا هنوز هم کار عملی این شهرها آغاز نشده است. این مورد بیشتر گفتگو میکنه با آقای محمد یاسین هلال، رئیس استملاک شهرداری کابل. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام، با عرض سلام خدمت شما بیننده محترم تلویزیون. ممنون آقای هلال. میخوایم که شما بپرسم، به اینکه قرار بود که کار ساخت جاده کابل لوگر امسال آغاز شد و اما به دلیل از اینکه زمینهایش استملاک نشده بود کار به تعویق افتاد، میشه بگوین که در مسیر این جاده چقدر از زمین هاست که باید استملاک شود و چقدر کارش پیش رفته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شهرهای کابل لوگر فاز اول حدود 7 کیلومتر است، عرض 60 متر
و سال گذشته کار استملاکش آغاز شد. کار تدارکاتیش تکمیل است و این سرک بعد از پروسه طی مراحل تدارکات بنابر لزوم دید تطبیقش از طریق وزارت ماتم فایدامه صورت خواهد گرفت. جایدادهایی که در این مسیر سرک قرار داره 194 جایداد شخصی تحت استملاک سرک قرار میگیره که از جمله حدود 11 جایداد اماکن مقدسه، مساجد و قبرستانی ها است. و بعد از عمل تصفیه و تثبیت ملکیت که جزء اساسی پیش از پروسه استملاک باید صورت بگیره، تثبیت ملکیت است که خوشبختانه کار عملی شروع شده از طریق اداره اراضی و 16 جایداد تثبیت ملکیت شده و متبقی زیر کار است بنابر مکلفت وظیفه‌ای که اداره محترم اراضی داره. به سرعت کار پروسه تثبیت ملکیت تحت کار است و ما پروسه استملاک انشاءالله عملا آغاز میکنیم بعد از تثبیت ملکیت که یکی پشت دیگه بر شهرولی کابل ارائه شد و ما کار تثبیت ملکیت کار استملاک شروع خواهد کردیم. دلیل زمانگیر بودنش این است که پروسه استملاک خودش یک پروسه زمانگیر است، چون تثبیت ملکیت باید ابعاد مختلف قانونی داره و باید عملی شود. به می دلیل قسمت تثبیت ملکیت کمی به تاخیر مواجه شده. انشاءالله ما همانگی بسیار خوبتر و بهتر با اداره اراضی داریم و در این عرصه دستاوردهای بسیار خوب داشتیم و تشویشی که اهالی منطقه در قسمت بدیل جایداد داشتن بنابر توشیه قانون جدید استملاک مشکلات حل شده و ما بدیل جایداد برای مالکین جایداد در چوکات قانون استملاک میپردازیم و بعد از ارائه بدیل جایداد تخریب جایدادهای شخصی و استملاک عملی خواهد شد. بله آقای هلال، میخوایم بپرسم بگید که همین پروسه شناسایی جایدادها، تثبیت جایداد بعد از اینکه باز میرین شما پروسه استملاک از را آغاز میکنین، در کل چقدر وقت در بر میره که بالاخره ما بریم به طرف ساخت اینجا ده؟ ببینید تثبیت ملکیت ابعاد مختلف داره، به خاطر اینکه در گذشته ها بسیار جایدادهایی بوده که درست تثبیت نشده و دعوای حقوقی در محاکم به میان آمده. ما در این مرحله کوشش میکنیم که مطابق قانون تثبیت ملکیت بسیار دقیق انجام بدیم تا در آینده مشکلات حقوقی و قانونی به بار نبیه و این یک پروسه موازی است. یک قسم گفته نمیشه که تثبیت ملکیت ختم شود باز استملاک شود، موازی صورت میگیره همزمان و همزمان که ما کار استملاک و تثبیت شروع میکنیم و عملی میکنیم، کار ساخت ساز در جایی که استملاک ضرورت نداره و بخشهایی از سرک که میتونیم سایه مدودی ملکیت شخصی نباشه کار عملی رو اونجا آغاز میکنیم. اما این موازی است، این کار نمیشه که بگیم کار تکمیل بشه باز کار عملی صورت میگیره. انشاءالله موازی کار هم کار عملی و هم کار استملاک شروع خواهد شد. خب در کل چقدر وقت در بر میگیره؟ مطابق اسکیچول کاری که وزارت محترم فایدامه او را پیش بینی کرده و پروسه کمیسیون محترم تدارکات او را منظوری دادن، مطابق هم اسکیچول کاری هم زمان کار شروع میشه. بله آقای هلال، میشه اشاره بکنین بیم به کسایی که خب خانه شان اگر هست و یا هم دکانش هست که در مسیر از این شاهرهای استملاک میشه، جای بدیلی که شما در نظر گرفتین به ویژه در کدام منطقه است که حداقل باشندگان اهالی که هستن خاطر از اینا راحت شه و اینا بتونن در قسمت استملاک شما رو کمک و همکاری بکنن تا کارتون هر چه زودتر به پایان برسه؟ بسیار خوب، ما جلسات بسیار متعددی با مالکین جایدادهای مسیر سرک داشتیم. خوشبختانه توافق صورت گرفت با مالکین، نظرهای بسیار نزدیک با هم داشتیم و بالاخره به اصل صاحبشان مذاکره کردیم، به هر جایداد مراجعه کردیم. جایداد بدیل ساحت قسمت سایه نوعی هشتم است، کسایی که مکمل جایدادشان در تخریب سرک میگیره و قسمتی که قسمت جایدادشان در پروسه استملاک قرار میگیره سایه پروژه شلدختران در نظر گرفته شده و این توافق صورت گرفته با ملکین جایدادها، یعنی با اتفاق نظر این طرح بدیل امرایشان توافق صورت گرفته. ما خوشبختانه ما سایه بدیل آماده داریم و با تکمیل پروسه تثبیت ملکیت و استملاک جایداد بدیلشان قبل از اینکه خانهشان تخریب شود ما برشان توضیح خواهد کردیم. بله، آیا باشندگان محل و کسانی که در مسیر از شاهراه هستند در قسمت استملاک کدام مشکل تو هنوز بر شما ایجاد کردن یا که هنوز اونا مشکل ندارن و میخوان که هر چیز زودتر کار شما به پایان برسه؟ کدام مشکل جدی نیست نیست که در ساعه ما باعث ازی باشه که باعث تاخیر کار پروژه شود. اما بدون شک پروسه استملاک باید مذاکره بسیار نزدیک با حالی داشته باشیم، با مالکین داشته باشیم و در چوکات قانون ما باید مردم باید قناعت بدیم. خواهی و زمانگیر است، وقت کار داره و هر دید هر مالک هر شخص متفاوت است و ایجاب میکنه که ما آگاهی درست در چوکات قانون به مردم باید.
بله آقای هلال، در کنار از این میخوایم پرسان بکنم به اینکه شما خب رئیس استملاک هستین، میشه روی پروژه های دیگه هم صحبت های داشته باشیم؟ چقدر از پروژه های دیگه هم زیر دست شماست که باید مراحل استملاک زمین های از او با پایان برسه؟ پروژه که زیر کار شهرولی کابل است و ایجاب استملاک میکنه سرک سرای شمالی است که عملاً کار عملی جریان داره و کار استملاک موازی پیش میره. سرک پروژه پدول است که اعتبار است از دانباغ شلستون با خود پروژه حدود 3 کیلومتر از 40 متر کار استملاکش تقریبا نهایی است و موازی کسایی که باقی ماندن اسناد را نکردن مراجعه میکنن و کار استملاکش ادامه داره و همزمان کار انقریب کار عملی پروژه افتتاح خواهد شد. سرک قلعه زمان خان است که از سالهای بسیار متمادی قسمت پل پاچا باقی مانده، خوشبختانه ما برای حدود 20 جایدادی که در مسیر سرک متصل پل پاچا موقعیت داشت بدیل جایداد به توافق مردم پیدا کردیم و انقریب کار استملاک تقریبا تکمیل خواهد شد و کار عملی شروع میشه. آقای هلال، یک شکایت که همیشه از طرف مردم وجود داره همین است که وقت استملاک میشه خانهشان و یا هم هر مالکیتشان که هسته بر از اینا در جای جایداد داده میشه، در جای برشان عوض خانهشان ملکیت داده میشه که در اونجا اصلا قابل زندگی کردن نیست، که بیشتر شکایت ها ما در این قسمت داشتیم. گفتنی شما چی است؟ در گذشته آمده بود اما با کسب تجارب از گذشته پروژه‌ای که ما بدیل میتیم به توافق مردم در نزدیک و همجهار و سایه که از نگاه بدیل جایداد یعنی نزدیک به سایهشون باشه انتخاب شده، مثل که مثالاش خدمت شما عرض کردیم سایه رحمان میره بر سرک دنایش، سایه برای بدیل جایداد کابل لوگر، در خود پروژه قلعه زمان برای بدیل جایداد قلعه زمان خان، در سایه سرای شمالی برای بدیل جایداد سرک سرای شمالی و در سایه پروژه دشت پدوله، در خود پروژه دشت پدوله برشان بدیل. خوشبختانه یکی از موفقیت های شهرولی کابل در عبور استملاک امی است که تعویض عادلانه که اصل اساسی استملاک است در نظر گرفته، انشاءالله ما دایندم کوشش میکنیم که بدیل عادلانه باشه تا مردم توافق کنند. خیلی کوتاه در مورد جاده کرته سخی هم بگوین که در بخش استملاک از یه مشکلات وجود داشت، اکنون حل شده؟ ببینین در جاده کرته سخی بحث استملاک اصلا به میان نیست، به خاطر که این دسایه کوهی تیر میشه و کوه ملکیت دولت است، اما ما با مالکینی که متضرر میشه در چوکات قانون برشان جبران خساره خود دادیم و او قدر قابل مشکل نیست به خاطر از اینکه بسیار محدود است و ما برشان توافق کردیم و انشاءالله به زودترین فرصت این مشکل حل خواهد شد. تشکر آقای محمد یاسین هلال، رئیس استملاک شهرداری کابل. سپاس از اینکه شما با برنامه حضور داشتید. خیلی سپاس. آقای هلال بودن از رئیس استملاک شهرداری کابل که جزئیات بیشتر در مورد استملاک زمین هایی که در حال حاضر در مسیر آنها جاده های ساخته میشه بر ما جزئیات بیشتر ارائه کردن، همچنان در مورد کارت سخی هم که هر چه زودتر مشکلش از میان برداشته خواهد شد. اکنون هم یک میان برنامه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. ادامه برنامه بازار خوش آمدید. از آغاز کار دهلیزهای هوایی میان افغانستان و کشورهای گوناگون جهان تا کنون 2 میلیون دلار از سوی حکومت به گونه سبسایدی در این روند هزینه شده است. مثلا در دفتر مشاور ارشد رئیس جمهور میگن که 70% هزینه های انتقالاتی فرورده های داخلی را به بازارهای جهانی حکومت بر دوش دارد و تا کنون به ارزش بیش از 70 میلیون دلار این فرورده ها به بازارهای گوناگون جهان صادر شده. بر بنیاد اطلاعات دفتر مشاور رئیس جمهور در امور مالی و بانکی، از آغاز کار دهلیزهای هوایی میان افغانستان و شمال از کشورهای جهان تا کنون در 233 پرواز 3359 تن از فرآورده های کشاورزی و باغداری، ساخته های دستی، میوه های خشک و پوست به کشورهای گوناگون جهان صادر شده. ایتالیا و فنلند کالا صادر بکنیم، همین گونه با شهر ارومچی چین و آلماتی قزاقستان، جده عربستان سعودی و استانبول ترکیه و همچنان شهرهای کلکته، دهلی و ممبای هندوستان. اتاق تجارت و صنایع آغاز کاری این دهلیزهای هوایی را برای افغانستان مهم می‌داند و می‌گوید که بر بنیاد آمارهای نخستین تا کنون بازرگانان از فروش فرآورده‌هایشان در بازارهای جهانی بیش از 9 میلیون دلار سود به دست آوردند. دا مفاد دقان تم رسیدلی دی، ځکه تجار چې مال اغستلی دی نو په هلته یې قیمته خرڅ کړی دی، په ګټه یې خرڅ کړی دی، دلته بازار کې هم جنس جګ شوی دی او په مارکیټ کې هم جګ شوی دی او په ځمکه کې په باغ کې هم جګ شوی دی. روند پرداخت هزینه های انتقالاتی کلاها
از دهلیزهای هوایی به گونه ای است که 30% کرایه انتقال را صادر کنندگان و 70% آن را حکومت به گونه یارانه می پردازد. بر بنیاد اطلاعات حکومت افغانستان تا کنون به ارزش بیش از 65 میلیون دلار فراورده‌ها با هزینه انتقالاتی 2 میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده‌اند. در مورد بیشتر گفتگو می‌کنیم با سمیر رسا، مسئول رابطه عامه مشاور ارشد رئیس جمهور. سلام، وقتتان بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام بر شما، تشکر. ممنون. آقای رسا، میشه که در نخست اشاره بکنیم به یک از زمانی که کار دهلیز هوایی تا کنون آغاز شده، گفته میشه که 2 میلیون دلار حکومت افغانستان به گونه سبسایدی پرداخته. تا چه زمان حکومت افغانستان قرار است که به سبسایدی پرداختن ادامه بده، یا پس از این انتقال هزینه های این دهلیز ها بر دوش بازرگانان خواهد بود؟ تشکر. از 2 میلیون سبسایدی البته کمک مالی حکومت یک بخشش از تاجرها پرداخته و بخش بیشترش که حدود 70-80% از حکومت پرداخته و این تا زمان ادامه پیدا میکنه که تاجرهای ما بتونن بازارهای خوبی به خارج از کشور بر خودشان پیدا بکنن و همین گونه سرپای خود استاد شون، ما افزایش در صادرات داشته باشیم و به مرور زمان بدون شک باز کمک‌های مالی آهسته آهسته کم میشه و در برابرش تاجران ما از مفادشان در مصارفشان پرداخت میکنن، اما این بسیار ناچیز است در برابر 65 میلیون دلار ارزش کالاهایی که ما صادر کردیم. حتی بی به هزینه است که اگر از طریق زمین هم انتقال پیدا میکرد همین هزینه پرداخت میشد و شاید از این قدر زیادتر پرداخت میشد. در حال حاضر شما میبینین که ما با کشورهای مختلف جهان وصل هستیم، با تمام شهرهای اروپا، با تمام شهرهای هندوستان، با آلماتی کازاخستان، استانبول ترکیه، جده عربستان سعودی، با دبی، با مسکو، با شهرهای چین و همین گونه با دیگر کشورهایی که ما در آینده نزدیک میخواهیم دهلیز هوایی باشان داشته باشیم. ما با چین در مرحله نهایی امضای تفاهم‌نامه هستیم که با 3 شهر دیگه در کنار ارومچی، ما با بیجینگ، با گوانژو و با شانگهای هم دهلیز هوایی ایجاد بکنیم که در نخستین پروازها جلغازی سیاه مستقیم به چین صادر شود. شما در جریان هستین، پیش از این جلغازی سیاه میرفت به کشور دوم، در آنجا پروسس میشد، بعد میرفت به کشور سوم، اونجا بسته‌بندی میشد، در بازارهای جهان که راه پیدا میکرد با او به نرخی که در سطح جهان وجود داشت استانداردهایش به باغدار ما، به تاجر ما نمیرسید. اما حالا تاجر ما میتونه به مو نرخ جهانی جلغازی را صادر بکنه که خوشبختانه در این مورد ما با چین به تفاهم رسیدیم و قرار است که تفاهم میشم امضا شود که باز شما شاید خود بودین که ما با چین در بخش صادرات جلغازه دهلیز هوایی خود داشتیم. ضمن از اینکه حالا با ارومچی داریم، امروز شما به یک ویدیو را شاید دیده باشین که خربوزه و انگور به بازارهای لندن رسید از طریق دهلیز هوایی که در آنجا قابل دسترس است و ما این برنامه را با همکاری سکتور خصوصی، اتاق‌های تجارت و صنایع و بازرگانان میخواییم به پیش ببریم. بله، آقای رسا، میشه بگوین به ای که از زمانی که دهلیزهای هوایی کارش آغاز کرده تا کنون چقدر از فراورده های داخلی افغانستان به کشورهای مختلف تا کنون صادر شده؟ از آغاز دهلیز هوایی تا کنون طوری که در گزارش هم گفته شد 233 پرواز صورت گرفته که البته از میدان هوایی کندهار پروازها به دهلی و ممبئی صورت گرفته، اما از میدان هوایی کابل ما پروازها را به شهرهای مختلف اروپایی به گونه مثال با لندن، با فنلند، با ایتالیا، با دنمارک، با رومانیا داریم. در حال حاضر صادر شده که تقریبا در حدود 13 پرواز صورت گرفته تنها به اروپا، 37 تن صادر شده کالاهای ما از طریق دهلیز هوایی به اروپا و همین گونه پروازهای ما با جده عربستان سعودی که البته من اینجا که آمار دقیق هم ازش دارم، ما در دهلی نو از طریق شرکت هوایی آریانا 5 پرواز، از طریق کامیار 137 پرواز به دهلی داریم، با ممبئی 3 پرواز، با کلکته 2 پرواز، با آلماتی 8 پرواز، با استانبول 44 پرواز، با جده 6 پرواز، با دبی 5 پرواز و با اروپا هم که 13 پرواز است از طریق شرکت های هوایی کامیار، آریانا، ترکش و اسپایس جیت و ما میخواییم با دیگر شرکت های هوایی هم به تفاهم برسیم و میخواییم که با دیگر شهرها هم ما دهلیز هوایی داشته باشیم که در مجموع بیشتر اموالی که صادر شده به دهلی نو هست که 2922
تون از کالاهای ماست که شامل میوه تازه، میوه خشک، طبی، هنگ، صنایع دستی، قالین و همچنان دیگر موارد در بر میگیره. خیر است تنها این پروازها و فرورده هایی که انتقال یافته از میدان هوایی کابل و همچنان از قندار است. آیا در نظر دارین که گسترش پیدا بکنیم به ولایت هایی که ما میدان های هوایی در اونجا داریم که حداقل از اونجا ما بتونیم که فرورده های خود صادر بکنیم؟ بله، در آینده نزدیک شما شاید آغاز پروازها از میدان هوایی هرات خود بودین و به دنبال شما میخواهیم که دیگر از میدان های هوایی کشور بگونه مثال از مزار هم داشته باشیم. بله. و این بستگی بنامو آمادگی های بازرگانان ما دارن که اونا براندازه که آمادگیشان رو نشان بتن ما میتونیم که از میدان های مختلف کشور هم پرواز داشته باشیم و هم دهلیز های هوایی با سایر کشورهای دیگر داشته باشیم که ما در پلان داریم. البته این هم میخواهیم یادآوری بکنم که دهلیز هوایی را میخواهیم با استرالیا هم در آینده های نزدیک ایجاد بکنیم که ببینیم چقدر تاجران ما مورد استقبال قرار میتن و آمادگی نشان میتن و ما میتونیم که با هر کشوری که خواسته باشیم دهلیز هوایی داشته باشیم. در حال حاضر شما میبینید که تاجران ما هم با بسته‌بندی آشنا شدن، هم بازاریابی خوبی در خارج از کشور پیدا کردن، همی که کشورهای مختلف جهان علاقمند به ایجاد دهلیز هوایی هست و دهلیز هوایی یکی از راههای ترانزیتی است که توانسته افغانستان را با جهان وصل بسازه. بله آقای رسا، شما مشاره کردین به بسته‌بندی که بازرگانای ما اکنون آشنا شدن به بسته‌بندی کدام کشورها به چی نوه بسته‌بندی فرورده های افغانستان اینا تقاضا میخواین بکنن، چقدر ایجاد از این دهلیز ها تاثیر کرده به اینکه بازرگانای ما یک مقدار اینا در بخش بسته‌بندی و پروسس میاری فرورده های هم کار بکنن؟ از آغاز دهلیز هوایی تا کنون با توجه به گذر زمان تغییرات در سطح بسته‌بندی فرآورده های داخلی به وجود آمده. تاجران ما حالا با استانداردهای جهانی آشنا هستند اما کفایت نمیکنه، ما باید بیشتر سرتیفیکیت های جهانی را در این راستا به دست بریم که در این زمینه هم تلاش های صورت میگیره. به مخاطر به گونه مثال در چین قبلا گزارش شما پخش کردین که اونا به مو سرتیفیکیت مخصوصشان دارن و نیاز است که ما باید عمو معیارها را پر بکنیم که خوشبختانه در این مورد کارگاه های آموزشی برگزار شده سوی وزارت زراعت برای شرکت های ما در بخش جلغازه که ما بتونیم عمو معیارهای سرتیفیکیت چین را به دست بریم و همین گونه در دیگر کشورهای جهان. خوب وقتی که کالاهای ما به بازارهای لندن میره خب یک چیز واضح هست که او با یک معیار و یک بسته‌بندی مناسب در اونجا صادر میشه. خدا کنه که بیشتر دستاورد این بخش داشته باشیم. تشکر آقای رسا، سپاس از اینکه شما با برنامه حضور یافتین. سلامت باشین. اکنون هم ادامه خبرها. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که تا 6 ماه دیگر شبکه فایبر نوری کشور با شبکه فایبر نوری چین پیوند خواهد شد. مونین وزارت میگوید که برای بهره برداری از این شبکه در آینده ها برنامه های را روی دست گرفته. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که کشیده شدن فایبر نوری از کاشغر چین به فیض‌آباد بدخشان با درازای 4800 کیلومتر یک پروژه 4 سال است که تفاهم نامه آن پارسال امضا شد. معین این وزارت میگوید که پس از امضای تفاهم نامه کار این پروژه در بیش از 1 سال پسین پیشرفت های چشمگیر داشته است. تا 6 ماه ما تکمیل میکنیم، یعنی پروژه امو از طریق فایبر ای دو نقطه وصل میشه و ای که باز مورد استفاده و بهره برداری قرار بگیره طبعا پلان ها و پروسیجر های دیگه است که او در نظر گرفته شده. شمار از آگاهان فناوری اطلاعاتی در کنار کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت خدمات اینترنتی در کشور، مسئولیت اطلاعات و تامین امنیت ارتباطات را از این راه مهمترین پیامدهای عملی سازی این پروژه می دانند. می تونه که زمینه بیکاری را کاهش بده، در ضمن می تونه که مصارف اینترنت کاهش بده. فعلا مصارف اینترنت فوق العاده بلند است و اینترنتی که در افغانستان وارد میشه از راه بیشترین واردات اینترنت از راه پاکستان به افغانستان است. معمولا راه پاکستان راهی است که خیلی پرخطر است. بر بنیاد اطلاعات وزارت مخابرات در گام بعدی فایبر نوری که از چین به افغانستان میرسد با آسیای میانه، آسیای جنوبی و در غرب با ایران و ترکیه پیوند خواهد یافت. سفارت چین در کابل این پروژه را همچون بخش از طرح‌های بزرگ کمربند را از پروژه‌های بزرگ جهان می‌داند. اداره تدارکات ملی روند عملی‌سازی سیستم تدارکات برقی را شرکت‌های ساختمانی آغاز کرده است. رئیس این اداره می‌گوید که 3 ماه پیش تلاش‌ها برای آموزش و آگاهی دهی این شرکت‌ها درباره تدارکات برقی آغاز شدن و قرار است تا 3 ماه دیگر 200 شرکت ساختمانی ثبت سیستم تدارکات برقی این اداره شوند.
روزانه 100,000 لیتر شیر از فارم‌های گاوداری در کندهار وارد بازارهای این ولایت می‌شود. شماره از صاحبان فارم‌های گاوداری در این ولایت می‌گویند که در حال حاضر از 120 فارم کوچک در کندهار روزانه 100,000 لیتر شیر به دست می‌آید. آنان می‌گویند که اگر حمایتشان بخش بزرگی از مواد لبنی مورد نیاز این ولایت و ولایت‌های همجوار را عرضه خواهند کرد. قرار است که بزرگترین نمایشگاه کشف‌های مفشن در چین از سوی یک شرکت بزرگ چینی را اندازی شود. در این نمایشگاه کشف‌های مفشن بانوان که با کارگیری از طرح‌های مالیزیایی ساخته شدند به نمایش گذاشته می شود. سپاس که بیننده بازار از ترونیوز بودید. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.